This is IRTV, the Iranian television program. با درو، در برنامه قبلی اشاره کردم که در 12 سال قبل از شاعر بلند آوازه سیمین بهبهانی که میهمان ما بودند تقاضا کردم که در مورد مسئله مهاجرت که عامل به وجود آمدن فاصله و گپی عمیق بین ایرانیان داخل و خارج از کشور شده به بحث بنشینیم. ولی قبل از ضبط این مصاحبه دیدگاه شاعر مبارز و همکار تلویزیونی ما نادر نادرپور چنان آتشی در این میهمانی افروخت که من تشخیص دادم فرصت مناسبی پیش آمده تا این مقوله توسط این دو شاعر ارزشمند ما که در دو طرف کره زمین زندگی می کنند مورد بحث قرار بگیرد. راضی کردن این دو البته قدری مشکل بود، اما بالاخره نادرپور پذیرفت و خانم بهبهانی هم شرطی برای پخش این مصاحبه تعیین نکردند. ولی من با در نظر گرفتن موقعیت ایشان که مقیم ایرانن همیشه از پخش کامل این مصاحبه پرهیز کردم. اما اکنون پس از تحولات اخیر ایران وقت آن رسیده که ما از ارائه دیدگاه این دو شاعر مبارز و شجاع کشورمان بهره مند شویم. این شما و این مصاحبه تاریخی هنرمند در تبعید و مقیم داخل کشور. این مصاحبه در ساعت 1:30 شب انجام شده. توجه فرمایید. ما با این تصویر شروع میکنم. آقای نادرپور شما هستی رو به ایشون ضبط 1. آقای نادرپور آغاز سخن بفرمایید، منم به زودی خارج میشم. بفرمایید. خانم بهبهانی عزیز، دوست 40 ساله من، یک بار دیگه خوش آمدید به اینجا و شخص من که خیلی خوشبختم که امروز با شما درباره مسئله ای صحبت میخوام بکنم که گمان میکنم مورد علاقه هر دومون باشه. و اگر من آغاز سخن رو در خوش آمد گفتن به شما مختصر میکنم، به دلیل این است که مطالبی که میخوایم بگیم به حد کافی وسیع هست دامنش و وقت زیادی رو میگیره. پس اجازه بدید که ورود مطلب بکنیم. خواهش میکنم. اون چی که به نظر من میرسه این است که ما هر دو در واقع علاقه اصلیمون شعر هست. بله. به عبارت ساده تر هر دو شاعر هستیم. بله، تردید نیست. البته برای خودمون تردید نیست. من فکرم دیگرمون هم تردید نکنن. الله که اینطور باشه. حالا من این رو میخوام بدونم. از جهت من جالبه، چون من کسی هستم که الان در حدود 18 سال از ایران آمدم بیرون و در خارج از ایران مدتی در فرانسه، حالا هم در آمریکا، کار شعر رو که شعر فارسی هست ادامه دادم. شما هم در درون مملکت این کار رو کردید. به ناچار ما یک کار رو انجام میدیم ولی در دو جای مختلف. وقتی در دو جای مختلف شد مقتضیات کار ما تغییر میکنه، تفاوت میکنه، یعنی بهتر بگیم. در واقع سخن امروز ما بر این تفاوت، بر پایه این تفاوت استواره. میخوایم ببینیم که چه تفاوتهایی داره. بله. حالا به نظرتون از کجا میتونیم شروع بکنیم و به این امر اصلی برسیم؟ به نظر من میتونیم وارد مطلب بشیم و از اون شبی که شما من آمدم برای خداحافظی و اون شعر میروی شاد باد پروازت، اون رو به عنوان هدیه سفر همراه شما کردم، از اونجا شروع کنیم که خاطره خوشی هست و خدا رو شکر که شما در خارج از ایران موفق بودید. ما هم که در ایران موندیم کاری رو به اندازه‌ای که می توانستیم در حد توان، به قول خودتون در حد ممکن و مقدور انجام دادیم و امروز هم باز به هم رسیدیم. گرچه چندین بار من در خارج با شما ملاقات داشتم و همان دوستی و همان نشان محبت بود، یعنی در واقع میتونم بگم حقه مهر
بدان مهر و نشان است که بود. بله خوشحالم. و میخواستم بپرسم که شما در چه مشکلاتی دارید برای سرودن شعر؟ و من هم از مشکلات خودم صحبت خواهم کرد. فکر میکنم اینطوری میتونیم وارد مطلب بشیم. چون شما یادآوری کردید از شبی که من فرداش حرکت میکردم و شما اون ارمغان پربه ها رو به من دادید، بد نیست که از همونجا شروع بکنیم. اگه خاطرتون باشه من در واقع بلیت هواپیمای دو سره به مدت یک ماه داشتم. بله. و ظاهراً بر طبق اون بلیت بنا بود که من بعد از یک ماه برگردم. بله. اما در باطن میدونستم که به این زودی بر نمیگردم و این بر میگرده به سوابق فکری من که شما هم ازش آگاه هستید، زیرا وقتی که این اتفاقات در ایران افتاد، منظورم انقلاب سال 1357 بود، بارها با هم صحبت کرده بودیم و من اعتقادم این بود که این اتفاقی که افتاده فقط رفتن یک رژیم و آمدن یک رژیم دیگه نیست، بلکه بسته شدن فصلی از تاریخ ایران است و گشوده شدن احتمالی فصل دیگر، که این فصل دیگر یعنی فصل بعدی شاید به کلی مختلف و حتی متضاد با فصل قبلی باشه. بله. خب بنابراین من نظرم چنان که شما میدونید و اون وقت هم با هم صحبت کرده بودیم، من نظرم این بود که ایران با این انقلاب به سوی یک خطر روشن، خطر هولناکی پیش داره میره. این که گفتم روشن این برای من خیلی واضح بود، ولی شاید برای همه این وضوح وجود نداشت. من علت این که بلیتم یک ماه بود ولی قصدم یک ماه نبود، یعنی بیشتر میخواستم بمونم و برنگردم، این بود که فکر میکردم با همون درآمدی که این انقلاب داشت، من کسی نیستم که بتوانم خودم رو سازگار بکنم با پیامدهای این واقعه، برای این که من در وضعی و در فرهنگی بزرگ شده بودم که میدیدم به طور آشکار تمام جزئیات و تمام ترکیبات فرهنگی که من درش بزرگ شده بودم با آنچه که داره طلوع میکنه مغایر و متضاده. شما خودتون شاهد هستید که اون یک سال و نیمی که من در تهران بعد از انقلاب بودم و با همم رفت آمد داشتیم، من در شرایط ناگواری از جهت روحی بودم، زیرا میدونستم که اتفاقی که افتاده این اتفاق نه به این زودی گذرا هست و نه من میتونم خودم رو باش منطبق بکنم. میدونید که کسی اونجا با من کاری نداشت به اون مفهوم، چون من عملا کاری نداشتم در رژیم گذشته که کسی بتونه از اون بابت بازخواستی از من بکنه، کمان که در اون یک سال و نیم هم کسی سراغ من از این بابت نیومد. اما من شخصا بسیار ناراحت بودم، حتی موقعی که پا از خانه بیرون میگذاشتم احساس میکردم که وارد یک دیار غربت شدم که پیش از اون اصلا نبودم. حتی در خانه هم که بودم این احساس غربت رو میکردم. مجموع اینها منو وادار کرد که از ایران بیام بیرون و با وجود که بلیط یک ماه داشتم ولی اقامت بکنم. بنابراین با این مقدمه میخوام به شما بگم که علت جدا شدن من از ایران و دور شدنم این بود که به هیچ وجه در خودم احساس سازگاری یا بهتر بگم تاب تحمل اونچه که اتفاق می افتاد نداشتم. یعنی این که اگر خیلی ساده تر بگم، من اگر در ایران می ماندم معنیش این بود که حتما یک نوع گلاویزی، یک نوع درگیری با حکومت پیدا می کردم. خب وقتی که معلوم نیست که عاقبت این درگیری چه می شد، ولی اینطوری کاملا برام روشن بود. به این دلیل ترجیح دادم که بیام بیرون. این ممکن است در نزد بعضی کسان به ضعف تعبیر بشه، در نزد بعضی کسان به قوت. اما در هر حال علتش رو بر شما گفتم. بقیه صحبت‌های من احتمالاً روشن خواهد کرد که آیا این اونطور که من تصور می‌کردم درست بوده، یعنی در واقع یک احساس قوتی منو از اونجا بیرون آورده، یا اینکه برعکس احساس ضعف.
بله کاملا درسته. من میدونم که سعدی هم در 7-8 قرن پیش همین حرف رو زده که نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. به هر حال اون موقع که شما از ایران میرفتید بیرون و ظاهراً یک ماه میرفتید، من میتونستم که با شناختی که از روحیات شما داشتم میدانستم که دیگه شما به اصطلاح به زودی بر نخواهید گشت و این مسافرت شما بسیار طولانی خواهد شد. از شما چه پنهان، من در همون موقع هم دلم میخواست که شما نرید و بتوانید بمانید و مقاومت بکنید و خب خود من هم ماندم و 5-6 ماه بعد از رفتن شما که جنگ آغاز شده بود و در بحبوحه جنگ بود و شبهایی بود که ما تاریکی داشتیم و بمباران داشتیم و شیشه شکستن ها داشتیم که اگر یک نوری یک ذره نفوذ میکرد یک سنگ بزرگی به شیشه میخورد و خلاصه شبهای وحشتی داشتیم، من اون شعر رو سرودم که بروید تا بمانم، بروید تا بمانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. شب قربتر چرنگین به بلور و نور و آزین، به چه کار آیدم این که در او نشاد مانم. خب من هم فکر میکردم همونطور که شما فکر میکردید که اگر از وطن خارج بشید بهتر میتوانید مبارزه کنید یا بهتر میتوانید که دنباله افکار خودتون رو پیش رو بگیرید، من هم فکر میکردم که اگر در وطن بمانم بهتر خواهم توانست به کارهام ادامه بدم و شاید اگر از وطن بیرون می آمدم شاعر نبودم اصلا. من یادم میاد شبی که تنها شبی که من در زندان به سر بردم، شبی بود که بازجویی آمد و گفت شما به ما 6 نفر بودیم که در یک اتاق نشسته بودیم و رو کرد به من و پرسید شما می دانید که حکومت با شما نظر خوشی نداره؟ من در جواب اون بازجو گفتم آقا همینجا صبر کن که من یک جوابی به شما بدم. ما 17 سال اینجا موندیم زیر باران و برف و با فقر و تنگ دستی و جنگ و موشک باران و بمباران و همه مصائب رو تحمل کردیم و در کنار ملتمون موندیم و کار کردیم، رنج های اونها رو حس کردیم، در شعرمون آوردیم. شما به من بگید که دولت چرا با ما نظر خوشی نداره؟ بعد گفت و ما میتوانستیم بریم و خیلی شاید زندگی بهتری میداشتیم. گفت شما اگر میرفتید هیچ میشدید. گفتم ببخشید اگر من الان برم هیچ نیستم، ولی اگر اون موقع میرفتم ممکن بود که شاید مستحیل میشدم، چون ذات من این بود که بایستی کنار دردهای هممیهنانم میموندم و شعر من از اونجا نشأت میگرفت. بهش گفتم که بله اگه 18 سال پیش میرفتم ممکن بود، ولی الان فکر میکنم که میتوانم برم، ولی باز هم نخواهم رفت و همینجا خواهم ماند، چون که گفتم شعر و شور و سرورم اینجا بود، تخت و تابوت و گورم اینجا هست و من فکر میکنم که خدا نخواهد که البته ممکن است تصادفی بشه و من خارج از کشورم بمیرم، ولی دلم میخواد که برای همیشه خوابگاه ابدی من در وطنم باشه. بله ببینید قضیه از اینجا شروع میشه که یه تفاوت‌هایی در میان دید من و دید شما از آغاز وجود داشت. اگر خاطرتون باشه شما از کسانی بودید که انقلاب رو پذیرا شدید. بله یعنی انقلاب رو امری دونستید که این به نفع مردم ایرانه، به این دلیل در اون انقلاب شرکت کردید. من درست برعکس شما نه تنها شرکت نکردم بلکه به شدت مخالف بودم با اون چیزی که اتفاق افتاده.
نه به معنی اینکه با انقلاب به طور کلی مخالف باشم، با این انقلاب مخالف بودم. دلیلش برای خود من خیلی روشن بود. من در یک خانواده بزرگ شده بودم که این خانواده رو اگر بخوایم یک تعریف براش بگذاریم، خانواده بود که میراث‌خوار تمام آرمان‌های مشروطیت ایران بود. حالا من اگه بخوام وارد بشم که چرا، طولانی میشه، اما همینقدر بهتون بگم که من در یه خانواده بزرگ شدم که اینها به شدت همون آرمان‌های مشروطیت ایران رو دنبال میکردن. در رأسش تجدد که میدونید، و تجدد در مفهوم مشروطیتش و به خصوص متفکران و مبشران مشروطیت، رویاوردن به غرب برای رها شدن از عقب افتادگی ایران بود. توجه میکنید؟ بله. به محض اینکه این مسئله رو مطرح کنیم، به نظر من دو چیز مطرح میشه. به غرب رویاوردن یعنی این که فرهنگمون یک پوزیسیون، یک وضع جدیدی رو اتخاذ بکنه در مقابل نیرویی که قوی است ولی مخالف نیست. یعنی غرب رو ما به این چشم دیدیم، به من این گونه آموخته بودن که غرب نیروی قوی هست، فرهنگ ما در برخورد با این، با یک نیروی، با یک فرهنگ قوی روبرو میشه، ولی نه فرهنگ مغایر و مخالف. و حال اینکه همون آرمان مشروط خواهی که در من از طریق پدر و مادر و بعد خواندن و عرض کنم همه اینها قوت گرفته بود، نکته دیگری را هم نشون میداد. اون این بود که در ایران اشکالی که ما داشتیم تا پیش از انقلاب مشروطیت که نرسیم به اصطلاح کاروان تمدن، اون مسائلی بود که مجموعاً از مشکل دین برمیخواست. به دنبال این برنامه در هفته آینده توجه فرمایید. This is IRTV, the Iranian television program. اگر خاطرتون باشه، شما از کسانی بودید که انقلاب رو پذیرا شدید. بله. یعنی انقلاب رو امری دونستید که این به نفع مردم ایران، به این دلیل در اون انقلاب شرکت کردید. بله. من درست برعکس شما نه تنها شرکت نکردم، بلکه به شدت مخالف بودم با اون چیزی که اتفاق افتاده. نه به معنی اینکه با انقلاب به طور کلی مخالف باشم، با این انقلاب مخالف بودم. دلیلش برای خود من خیلی روشن بود. من در یک خانواده بزرگ شده بودم که این خانواده رو اگر بخوایم یک تعریف براش بگذاریم، خانواده بود که میراث‌خوار تمام آرمان‌های مشروطیت ایران بود. حالا من اگه بخوام وارد بشم که چرا، طولانی میشه، اما همینقدر بهتون بگم که من در یه خانواده بزرگ شدم که اینها به شدت همون آرمان‌های مشروطیت ایران رو دنبال میکردن. در رأسش تجدد که میدونید، و تجدد در مفهوم مشروطیتش و به خصوص متفکران و مبشران مشروطیت، رویاوردن به غرب برای رها شدن از عقب افتادگی ایران بود. توجه میکنید؟ بله. به محض اینکه این مسئله رو مطرح کنیم، به نظر من دو چیز مطرح میشه. به غرب رویاوردن یعنی این که فرهنگمون یک پوزیسیون، یک وضع جدیدی رو اتخاذ بکنه در مقابل نیرویی که قوی است ولی مخالف نیست. یعنی غرب رو ما به این چشم دیدیم، به من این گونه آموخته بودن که غرب نیروی قوی هست، فرهنگ ما در برخورد با این، با یک نیروی، با یک فرهنگ قوی روبرو میشه، ولی نه فرهنگ مغایر و مخالف. و حال اینکه همون آرمان مشروط خواهی که در من از طریق پدر و مادر و بعد خواندن و عرض کنم همه اینها قوت گرفته بود، نکته دیگری را هم نشون میداد. اون این بود که
در ایران اشکالی که ما داشتیم تا پیش از انقلاب مشروطیت که نرسیم به اصطلاح کاروان تمدن، اون مسائلی بود که مجموعاً از مشکل دین برمیخواست. یعنی دین رو علت اصلی عقب افتادگی ایران میدونستیم. حالا بحث در این که آیا این دین خرافات دین بوده یا نبوده، آیا این دین واقعی بوده یا نبوده، وارد اون نشیم، به دلیل اینکه خب عقاید بسیار مختلفه. خود این هیئت حاکمه امروزم عرض کنم که مدعی است که بله این ما این حرفایی که میزنیم در واقع اسلام راستین، مخالفینش میگن که نه خیر این اسلام راستین نیست. اون چه برای من مطرح بود در اون زمان این بود که علت عقب افتادگی ایران وابستگی فراوان جامعه ما به مبانی و مسائل دینی بود. حالا من چی میدیدم؟ میدیدم که اون چرا که مشروطیت ایران پس زده الان دوباره با یک نیروی تازهی آمده است و داره میاد میگیره. یعنی من حس میکردم، چون که در بحث ها هم با هم گفتیم، من حس میکردم که نیروی قهقرائی داره میاد و اون چیزی رو که من تا به حال توش بزرگ شدم، اون فرهنگی رو که بزرگ شدم، اونو پس میزنه. پس از آغاز من یک روش مخالف با این انقلاب داشتم، به دلیل که اینجوری دربارش فکر میکردم. من موندنم در اونجا یعنی نابودیم. بله. برای اینکه اگر اونجا بودم معنیش این است که من باید مقام شهادت رو میپذیرفتم. این مقام شهادت رو حاضر بودم بپذیرم، اما برای چی و در مقابل چه امری؟ چه امتیازی در این امر خودم میگرفتم که هیچی؟ چه امتیازی میتونستم برای اون چیزی که دوست داشتم که زبان و شعر فارسی بود بگیرم؟ بازم به نظرم هیچی. بنابراین مسلم بود که با مسلط شدن این اوضاع و احوال و این کسانی که در واقع بر انقلاب سوار بودند و به نظر من از آغاز هم سوار بودند، علارغم اینکه گروهی به خصوص چپ ایران به اشتباه فکر میکرد که میتونه این انقلاب رو از چنگ فقها در بیاره، بنده معتقد بودم از آغاز در چنگ اونها بود. بنابراین فکر میکردم چیزی که داره به طرف من میاد یه کابوسه و من از در این کابوس هیچ کار مفیدی نمیتونم انجام بدم. به عبارت ساده تر میخوام حرف شما رو در باره خودم تصحیح کنم. من اگر اونجا میموندم مقاومت نمیکردم، نمیتونستم مقاومت کنم. اصلا مقاومت معنی بر من نداشت. من در اونجا اگر میموندم معنیش مرگ و نیستی بود. کاملا به این دلیل آمدم بیرون. بله. ترجمه کنیم. پس دو تفکر ما رو، یکی رو به واداشتن به ماندن در ایران واداشت، یکی ما رو به بیرون آمدن از ایران. بله. حالا اون چی که مطرح هست این است که ببینیم با چنین پیش زمینه ذهنی که داشتیم در طول این مدت چه کردیم و به اون چیزی که اعتقاد داشتیم چه اندازه تونستیم وفادار بمونیم و چه اندازه تونستیم کارمون رو در جهت اون پیش ببریم. بله، من کاملا یادم میاد که از اول انقلاب ما دو نفر با همدیگه که تلفنی صحبت میکردیم یا با همدیگه که میرسیدیم قبل از اینکه انقلاب به اصطلاح تثبیت بشه و به ثمر برسه، من یه حالت انتظار داشتم و شما یک حالت بیزاری داشتید. این رو کاملا به خاطر میارم و میدونم که شما نظرتون اصلا با این چنین رویدادی موافق نبود. من البته یه مقداری خوشبین بودم با اون چه که پیش میاد و امیدوار بودم که شاید اون آزادی های کاملی رو که ما انتظارش داشته بودیم در اثر این انقلاب برای ما حاصل بشه. من یادم میاد که شما واقعا اون اوایل به کلی پژمرده شده بودید و حتی دوستان شما شاید شما رو توصیه کردن به اینکه از ایران خارج بشید. اما من چون همیشه به آینده امیدوارم، این خصوصیتی است در من، من فکر میکردم که بهتر میشه. الان هم فکر میکنم که اگر اشتباهاتی پیش نمیامد و شاید این جنگ لعنتی رو ما
شاید به ما تحمیل نمی شد یا ما خودمون با دست خودمون جنگ را به اصطلاح پذیرا نمی شدیم. من نمی دونم کدومش رو بگم. به هر حال جنگ، در جنگ هر دو طرف مقداری مقصر هستند. اگر این جنگ لعنتی نبود، ما اوضاعمون شاید به این بدی و به این خرابی نمی شد. و ضمناً اشتباهات زیادی شد و حالا اگر این جنگ را پذیرا شدیم، موقعی که خرمشهر را از چنگ دشمن آوردیم بیرون، اون موقع موقعی بود که ما استفاده بکنیم، غرامت جنگی رو بپذیریم و به هر حال به فکر بازسازی کشور بیفتیم. اون هم نشد. به هر حال اونچه که من فکر میکردم خیر و صلاح هست، یه مقداری زیان و ضرر برای مملکت به بار آورد که خب باز هم باید بسازیم، باید که دوباره جبران بکنیم. اشتباهاتی شده، این اشتباهات اگر دیگه من عمری ندارم، دیگران که بعد از من هستند باید این اشتباهات را جبران بکنن و تعدیل بکنن و درست بکنن. الان میبینید که یک نسلی که تمام هستی خودش رو در راه این انقلاب گذاشته و همه جور همکاری کرده با این انقلاب، این آمده الان به این نتیجه رسیده که تمام راهی رو که رفته اشتباه بوده و اونچه که کرده درست نبود. الان میبینید که بزرگترین مخالفان از میان همون نسل صدا برداشتند و آمدند و فکر میکنند که باید راه درستری رو انتخاب بکنند و حتی اشتباهاتی رو که مرتکب شدند یا اینکه اتفاق افتاده اون اشتباهات ناخواسته هم شاید بوده، فکر میکنند که باید اونها رو جبران بکنند. به هر حال صحبت در این است که شما باید میامدید از کشور بیرون و باید فعالیتتون رو در خارج از کشور ادامه میدادید، ولی من باید میماندم اونجا و صدای هموطنانم میشدم. به هر حال شما یه آینه بودید که تصویر رو منعکس میکردید. شمای نوعی رو میگم، اونایی که از ایران بیرون آمدند، من به هیچ وجه فکر نمیکنم که کار خطایی کردند. اونها درست رفتار کردند، برای اینکه شاید اونجا میموندند سرنوشت بسیار بدی پیدا میکردند. ولی من روی هم رفته، با اینکه همیشه صدای حق و حقیقت بودم و همیشه اونچه که به نظرم آمده با کمال شجاعت گفتم و از هیچ چیز واهمه نداشتم، با وجود این فکر میکردم که باید اونجا میموندم و اون صدا رو منعکس میکردم. یعنی این صدا رو میفرستادم به سوی شماها تا شما منعکس بکنید. چون کسی که خارج میشه از کشور دیگه دستش از آتش دوره. وقایع اونجا درسته که اینجا مشکلات خودش را آدم داره، غربت هست، گرفتاری ها هست، با بیگانه ها محشور شدن هست، روح لطیفی که تحمل دعا را هم به قول حافظ نداره، اون چطور میتونه که خم ابروی بیگانه را تحمل بکنه و سالها دور از وطن بمانه و دلش در هوای وطن پر بکشه؟ البته این مشکلات بوده، ولی شما اگر اینجا نمیموندید، ما هم شاید در اونجا انعکاس صدامون همونجا خفه میشد. بنابراین من فکر میکنم که کسانی که اینجا هستند و کسانی که اونجا ماندند، هر دو مکمل هم دیگر هستند و اون زمانه اونطور که باید پیش بیاره خودش پیش میاره. و اما من در مورد شخص خودم چرا ماندم؟ فکر میکنم که ماندم که کنار هموطنانم باشم. اون شبهای جنگ و بمباران و موشک باران و اون نمیدونم نونوایی بغل دست خانم را که هوا رفت با آسمان دود شد یک لحظه و تمام اینها رو من ببینم و حس کنم و با گوشت و پوست و استخوانم لمس بکنم و اون خفقان رو و اون تحقیرهایی رو که از نمیدونم هر آدم معمولی ممکن بود برای انسان خیلی گران تمام بشه، خیلی روح آدم رو آزار بده، اونها رو همه رو تحمل کردم و ماندم به این امید که شاید یه صدای حقی اگر هست یک روزی هم یک گوشی پذیراش بشه. ما بایستی بگیم، حالا تا اونقدر که میتوانیم
میگوییم اگر کسی قبول کرد کرد، اگر نکرد ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم. بله، در این نکته اجازه بفرمایید که چون مسئله خیلی مهمی است در مورد غربت و اصولا آثاری که در غربت به وجود میاد، بنده یک توضیحاتی بدم که در واقع توضیحات تجربه های شخصیمه. مسئله ببینید، ماندن در کنار یک واقعه ای، این امر رو اتفاقا ما با رفیق مشترکمون با مشیری هم این اختلاف رو داشتیم. مشیری به محض اینکه آمد یک مصاحبه ای کرد در آلمان با آقای خوشنام و در اونجا تاخت به کسانی که از ایران آمدند و بعد از که اصولا اینها چرا آمدن بیرون و چرا به خصوص رفتن در یک جاهای دوردستی مثل آمریکا و ما در ایران موندیم و در زیر بمباران و اینها. این مسائل به نظر من از این نظرگاه نبایستی بهش نگاه کرد. دلیلش اینه، برای این که ماندن در یک جایی و احتمالاً دیدن مثلا فرود آمدن بمب یا همه اون اتفاقات که پیش میاد، این به جای خودش خوب است اگر منعکس بشه و در شعر یا در هر هنر دیگری جلوه بکنه. اما من اعتقاد دارم که فقط و فقط کار هنرمند و یا شاعر این نیست که اون چرا که از نزدیک میبینه و حس میکنه باز بگه. اتفاقا یه نکته عجیب هست، نکته عجیب این است که بعضی کسان هستن، شاید اینو در تاریخ اصولا بتونیم نمونه هایی رو بگیم، بعضی کسان هستن که یک چیزهایی رو از دور حس میکنند و بعد از دور هم درباره اون حرفا خیلی خوب حرف میزنن، درباره همون که از دور حس کردن. مثال براتون بزنم. ببینید، من شما خودتون واقف هستید، در رژیم گذشته در سوابق جوانی من، خب مثل همه نسل ما، ما در یک دوره‌ای در حزب توده بودیم، بنده در حزب توده بودم، چون در اون موقع بعد از اینکه سوم شهریور پیش اومد، اون کاخ حماسی که برای ما ساخته بودند، یعنی ما در آخر، بنده در آخر دوران رضا شاه 12 سالم بود دیگه، 11-12 سال، یعنی آغاز بلوغ بود، درست موقعی بود که تمام مملکت و اصولا تمام رسانه ها، اگر به اعتبار این کلام امروزی بگیم، موقوف این امر بودن، موقوف رسوندن این امر بودن که ایران کشوری است نیرومند، یک پارچه و وضعی که موجب عرض کنم که فخر و مباهات ساکنانش هست. این در خود سرودی هم که میخوندیم منعکس بود، صدر ایران بهتر از عهد باستان. خب پس در این صورت ما در دوره‌ای به بلوغ رسیدیم، کمابیش با چند سال تفاوت، که یک چنین کاخ حماسی ولو کودکانه در ذهنمون بود، اما حوادث روزگار این کاخ رو سرنگون کرد. برای اینکه اون واقعه 23 شهریور ماه 1320، به نظر من گرچه اون روزها با تحقیر میگفتن خب ارتش یک شبه پراکنده شد و همه چیز شدن اینا پوشالی بود و ریخ، ولی بنده تصور میکنم که هر قدرت دیگری با اگر آهنینم بود در مقابل اون دو نیرویی که به ایران وارد شدن و بعد نیروی سومی هم که آمریکا باشه بهشون پیوست، نمیتونست مقاومت کنه. حالا کار به این نداریم، ولی به هر حال اون کاخ حماسی فرو ریخت. بعد از کاخ حماسی یک خلعی برای ما پیدا شد، بعد یک آرمانی ما داشته باشیم. آرمان اون موقع از طریق چپ آمد. چرا؟ خود شما میدونید مسئله شوروی، قدرت گرفتنش و طرز سلوک نیروی اشغالگر شوروی در ایران که با اون نیروهای اشغالگر دیگه فرق داشت، همه اینها و بعد به وجود آمدن یه حزبی مثل حزب توده که در اون بعضی از آزادی خواهان به نام ایران شرکت داشتند و در آغاز هم حزب توده به عنوان یک حزب خدمتگزار شوروی اصلا مطرح نبود، برای اینکه کسی سلیمان میرزا اسکندری رو به عنوان خادم عرض کنم دست به سینه شوروی نمیشناخت و همه کسانی که در اون روزگار شرکت میکردن در حزب توده، اغلب سوابقشون از جهت اونایی که مسن بودن، سوابقشون از جهت آزادی خواهی درخشان بود. یه عده‌ای هم از جوانها بودن که اونها پاک و بی‌آلایش بودن. بنابراین
ما به زودی آرمان چپ رو پذیرفتیم. در آرمان چپ هم تا اونجا پیش رفتیم که ناگهان این آرمان در وقایع آذربایجان به خصوص و در فرو ریختن قضیه فرقه دموکرات و بعد آشکار شدن اون رازهایی که حالا دیگه خیلی رازهای عرض کنم که هم دردناکه و هم زشته، همه اینها موجب شد که ما از اون امر هم سر بخوریم. بنده خب با انشعاب از حزب در اومدم در سال 26. دو سال بعدش بود که جریانات نهضت ملی و یعنی جریان مصدق و پا گرفتن عرض کنم که نهضت عرض کنم که ملی کردن نفت و اینها پیش اومد و من پیوستم به این نهضت و در این نهضت هم باز همچنان پیش تاختم، برای اینکه این آرمانی بود که جانشین اون یکی آرمان شده بود. یعنی به این ترتیب اگر بخوام خلاصه بکنیم این بود که من از یک حماسه کودکانه به یک نوع چپگرایی مردانه، بله پاک اندیشانه ولی ساده دلانه، و سرانجام دوباره به یک نوع ناسیونالیسم ملیتگرایی که این بار بنیادش بر اساس پرورش خانوادگی من بود، برای اینکه مصدق خودش نمودار چیزی بود که از مشروطیت اومده بود، بنابراین آشنایی خانوادگی از جهت آرمان‌های مشروطیت منو به اون نزدیک می‌کرد. همه اینها بعدم اتفاق 28 مرداد که باز هم یک نوع چیز شد. ببینید در تمام اینها نوع من در، حالا اگر نگیم در صفحه اول، به هر حال در وسط میدون بودیم، همه اینها رو تجربه کردم من. اون چی که برام مهم بود این بود که الان این اتفاقی که داره پیش میاد، این اتفاق غنی کننده تجارب من نیست، نابود کننده این تجاربه، یعنی این تجارب رو از بین میبره. به دنبالی این برنامه در هفته آینده توجه فرمایید. This is IRTV, the Iranian television program. با درود. مهاجرت چند میلیونی ما ایرانیان به خارج از کشور بدون شک برای اکثریت بدون درد و رنج و ناملایمات نبود و نیست. اما در این بین شنیدن دیدگاه دو شاعر گرامایه ما در همین ارتباط حامل نکته‌های با اهمیتی است که قابل تأمل است. در اینجا توجه شما را به سومین قسمت از مصاحبه تاریخی نادر نادرپور با سیمین بهبهانی که 12 سال قبل در تلویزیون ایرانیان IRTV ضبط شد جلب میکنم. بخوام خلاصه بکنیم این بود که من از یک حماسه کودکانه به یک نوع چپگرایی مردانه، بله پاک اندیشانه ولی ساده دلانه، و سرانجام دوباره به یک نوع ناسیونالیسم ملیتگرایی که این بار بنیادش بر اساس پرورش خانوادگی من بود، برای اینکه مصدق خودش نمودار چیزی بود که از مشروطیت اومده بود، بنابراین آشنایی خانوادگی از جهت آرمان‌های مشروطیت منو به اون نزدیک می‌کرد. همه اینها بعدم اتفاق 28 مرداد که باز هم یک نوع چیز شد. ببینید در تمام اینها نوع من در، حالا اگر نگیم در صفحه اول، به هر حال در وسط میدون بودیم، همه اینها رو تجربه کردم من. اون چی که برام مهم بود این بود که الان این اتفاقی که داره پیش میاد، این اتفاق غنی کننده تجارب من نیست، نابود کننده این تجاربه، یعنی این تجارب رو از بین میبره. من نمیخواستم این تجارب از من بره. چرا؟ برای اینکه معتقد بودم هنوز برای گفتن خیلی حرفا دارم، که این حرفا اگر در یک جای مناسب گفته بشه میتونه که از همون خیلی از اون چیزهایی که شما بهش اشاره کردید که در ایران اتفاق افتاد در حالی که انتظارش نمیرفت، بتونه با اینها مقابله بکنه، ولو یک صدا باشه، ولی خب مقابله بکنه. من به نظرم که این مقابله‌ای رو کردم از خارج با همون اتفاقاتی که در ایران افتاد، که نوع شما با همه خیراندیشی و بزرگواری اونها رو انتظار نداشتید، ولی چنان که گفتید آمد و اون همه ویرانی و خرابی رو به بار آورد، و تجربه ای که شما اندوختید در اونجا و تجربه ای که کل مردمی که با این انقلاب موافق بودند اندوختند، خیلی بهای گزافیس براش، یعنی به نابودی بسیار چیزها کشید. توجه میکنید اگر صدای شما در
این بحران و در این قوغا تونست مسئله‌ای رو بازگو بکنه به این دلیل بود که شما در این صدا با این اوضاع و احوال یک نوع نمیخوام بگم همگامی هرگز نداشتید جز در اون آغاز، ولی یک نوع آشنایی داشتید با اون چی که داره اتفاق میفته. من بر اثر تجاربی که داشتم نه تنها آشنایی داشتم، احساس خطر شدید میکردم. یعنی یه مقداری باید بگم که پیش حسی نمیدونم یا پیش بینی، پیش آگاهی، پیش آگاهی، هرچی اسمش رو خواهیم بزنیم، یه همچه حالتی. و آخر سر میخوام به این نتیجه برسم، من وقتی آمدم بیرون از ایران به خلاف بسیاری از کسانی که وطنشون رو در چمدونشون میذارن و میارن، من وطنم در قلبم بود و هنوزم هست. من از ایرانی که آمدم بیرون اون ایران رو حفظ کردم. اون ایران اتفاقا نیروبخش واقعیاتی است که ایران دوردست از من رو فرا گرفته. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ من یک معیار دارم که هر چه رو که در واقعیت اتفاق میفته با اون معیار درونی میسنجم. معیار درونی ایران در قلب منه، معیار برونیش اونجاست. من هر چیزی که اونجا اتفاق میفته با اون معیاری که در درونم هست میسنجم. به این دلیل است که نه قانع میشم نه به اون صورت امیدوارم، ولی فقط مبارزه میکنم. بله، زندگی من در این مبارزه خلاصه میشه. بله، به هر حال شما کار درستی کردید آقای نادرپور و آمدید اینجا. خدا رو شکر که شعرتونم به همون قدرت و به همون نیروی وقتی که در وطن بودید و بلکه پخته تر عرضه شد. ولی خب منم واقعا فطرت و جنسم درست مخالف شما بود. یعنی فطرت من اونطور بود که دلم میخواست همش بخزم زیر سایه درخت های وطنم که باهاش الفت گرفته بودم و اخت شده بودم. من فکر میکنم که این فرق ذاتی من و شماست و هیچ کدومون در این نوع برداشت و در این نوع نگرش هیچ گناهی نداریم. من اونجا رو دوست دارم، مردم اونجا رو دوست دارم، رنج های اونجا رو میبینم، با دلم برای همون رنج ها شروع به تپیدن میکنه. من نمیتوانم از کسانی که در آتش هستند دور بشم و دلم میخواد حداقل این هست که کنارشون بمونم، شاید یه باد بزن دست بگیرم و بادشون بزنم. این برای من به همین صورت بوده. یعنی فرق ذات دو نفر هست. یک نفر فکر میکنه که من خدمتم رو از خارج بهتر میتونم انجام بدم. یعنی ببینید خدمت ما چه میتونه باشه جز شعرمون، درسته؟ خب ما یعنی از این راه میتونیم، ما که اسلحه به دست نداریم، بله، ما که اسلحه نداریم، ما که به اصطلاح نارنجک نداریم، توپ و تفنگ نداریم، ما فقط یک فکر به قول شما یک مغز داریم و من فکر میکردم که این مغز رو در اونجا بهتر میتونم به کار بندازم. شما فکر کردید که در اینجا بهتر میتونید این مغز رو به کار بندازید. هر دوی ما راه درستی رفتیم، مضافاً این که هر دو مکمل هم بودیم. یعنی کسانی که حالا نه فقط شاعر یا هنرمند، کسانی که در خارج از وطن ایستادگی کردند و فریاد ما رو به هر حال به یک نحوی منعکس کردند، اونها هم خدماتشون ارزنده بوده. شاید که ما هر دومون برای خیر و صلاح وطنمون داریم کوشش میکنیم، هر دومون دلمون میخواد که این مردمی رو که سالهای سال رنج کشیدند و واقعا من نمیتونم فرقی بذارم، من یک وقت دیدم که یک خانواده‌ای که همسایه ما بودن دو تا فرزند شهیدش آوردن، یک وقت هم دیدم که یک خانواده‌ای که دوست من بودند دو تا بچهش رو در زندان اعدام کردن و هر دوی اینها حالشون یکی بود. از نظر من هیچ فرق نمی‌کنه، مادر مادره، پدر پدره، فرزندش چه سر دار بره و چه در جبهه
شهید بشه به هر حال براش غم انگیزه. ممکن است که به خودش یه دلخوشی هایی بده، ولی به هر حال مرگ فرزند رو هیچ چیز جبران نمی کنه. به هر حال من موندم اونجا و دیدم اینها رو و کنار ملتم بودم، تا اونجایی که تونستم غمهاش رو سرودم، تا اونجایی که تونستم شعرم رو در خدمت رنج مردم گذاشتم. میدونید که من پیش از انقلاب یه مقداری خوبی شاعر لیریک بودم، البته بی توجه به اجتماع نبودم، مسائلی که در اجتماع پیش می آمد گفتم، ولی تا این حد هیچ وقت شعرم رو در خدمت مردم نذاشته بودم. همینطور شما، اگر یادتون باشه، شما هم پیش از انقلاب بیشتر شعرهای غنایی داشتید و کمتر شعرهای اجتماعی، ولی میبینم که در این سالهای اخیر واقعا شعرهای شما همش از اون دردی که از رنج مردم و از نادرستی ها و از اندیشه های خطا احساس میکنید، اونها در شعرتون منعکس هست. به هر حال مال شما به یه نحوه دیگه و مال من به یک نحوه دیگه. ما در شعر گفتن هیچ کدوم یک سبک شبیه هم نداریم، کلی سبک من چیز دیگری هست، سبک شما نوع دیگری هست، ولی به هر حال هدف ما هر دو یکی هست. امیدوارم که موفق باشید و من هم امیدوارم که تا زنده هستم بتوانم که صدای حق باشم، حالا هر کس باشه، برای من فرقی نمی کنه، چه روحانی باشه، چه کلاه به سرش بذاره، چه عمامه داشته باشه، اگر آدم خوبی باشه من دوستش دارم، اگر آدم بدی باشه ازش نفرت دارم. این رو صریحا میگم. اگر آدمی باشه که بشریت براش ارزش نداشته باشه من دوستش ندارم، و اگر آدمی باشه که به بشریت فکر کنه و راهی رو انتخاب کنه که سعادت ملت ایران در اون باشه، هر نوع آدمی باشه، من دوستش دارم. اجازه فرمایید که اول این نکته رو روشن بکنم که بله، ما اصلا مباحثمون بر سر این نیست که حقانیت هر خودمون رو ثابت کنیم و بر دیگری به اصطلاح فائق بیاییم، اصلا همچین چیز نیست. این حرفایی که ما میزنیم به نظر من یک بعد دیگری داره که از حد خصوصی به من و شما فراتر میره. به همین دلیل من احتیاج به یه توضیحی در این امر میبینم. من تردید ندارم که شما صادقانه اون چرا که در حس کردید در ایران، اینها رو در شعرتون بیان کردید، اما من میخوام این نکته رو بگم: نفس ماندن در ایران هیچ امری رو حتی برای یک شاعر بزرگ ثابت نمی کنه، مگر اینکه اون بخواد که حرفی در اون زمینه بزنه. مثال براتون بزنم، ما کسانی می شناسیم که هم نسلای ما بودن، شاعرانی هم بودن که حالا کمابیش مورد قبول مثلا بیشتر شما یا کمتر بنده، ولی به هر حال در نسل ما بودن. نوعش مثلا شاملو. شاملو در ایران مونده. بله. اون هم گفته است که من میخوام نم در همین سفره، از همین سفره نمیدونم، یا کوزم در همین سفره چیزه، یا نانم در این سفره است اینا. اما شاملو در طول این 20 سال چه کرده جز یک شعر که در اون آغاز دهانت را بو میکنند و اینها میبویند، بعد از اون چیزی نگفته شاملو، هیچ حرفی در این باره نزده. اگر احتمالاً حرفی زده است، در عرض کنم که مثلا درباره فردوسی و اون قضایایی که اینجا اتفاق افتاد. حالا فقط شاملو نیست، شما به دیگرانی هم از همین چیز نگاه کنید. باز رفیق دیگرمون مشیری، مشیری چه امری رو در طول این مدت با وجود در ایران بوده گفته؟ ممکنه یه شعرهایی گفته باشه که بنده و شما اطلاع نداشته باشیم، اون حرف دیگر است، من راجع به اونا صحبت نمی کنم، درباره اون چه که انتشار پیدا کرده. پس میخوام بگم که نفس موندن یک شاعری با همه حساسیتاش در یک جا معنیش این نیست که بهتر میتونه حس بکنه، درک بکنه، همچنان که نفس بیرون آمدن یک شاعری هم دلیل نیست که او دستی از دور بر آتش داره. ببینید، برای شما یک نکته ای رو عرض میکنم، اون نکته این است که اگر شما در تخیل، این دیگه امروز شاید بگم که یکی از بدیهیات مسائل هنری شده، بنیادی هنر شده،
شما در خیال میتونید به شرطی که خیالی که مایه گرفته باشه از واقعیت، یعنی شما اگر که سایه های بید ایران رو که در زیر آفتاب اون خنکی رو به شما ارزانی میداره اینو حس کرده باشید و تجربه کرده باشید، شما همیشه فرسنگ ها دور از ایران میتونید در زیر اون سایه های بید راه برید و زندگی بکنید. ترجمه میکنید؟ لزومی نداره که دوباره واقعا در زیر اون بید قرار بگیریم. من واقعا برام بسیاری از اون چیزهایی که کردم در زندگیم و دیدم و محیطی که توی زندگی کردم اونها همین الان حی و حاضره، یعنی در لحظات مختلف روز و شب من در همون جاها دارم زندگی میکنم، همون کیفیات بر من میگذره، همون ناراحتی ها میگذره. بنابراین منتها با یک تفاوت، یک رنج پنهان یا یک آتش سوزنده حسرت همراه این میشه. توجه میکنی که اون برای کسی که در اونجا هست این حسرت نیست، اون یه دردهای دیگر ممکنه چیزش بکنه، ولی این آدمی که بیرون هست اون حسرت این بهش یه نیروی داغ کننده گدازنده میده. بنابراین به این نتیجه برسیم، شعر اگر به مسئلهی بیاندیشه که از حد حدیث نفس فراتر بره، گوین که یه روزگاری بنده این رو هم گفتم که اصلا من حدیث نفس و حدیث انفس رو، یعنی شعر مردم و شعر شخصی رو به اون معنا که متعهدان یا متولیان تعهد یه وقتی میگفتن اصلا قبول ندارم. هر امری در یک شاعر وقتی به اون مرحله برسه که جزء خصوصیات و ذاتش بشه، ولو اجتماعی ترین امور تبدیل میشه به حدیث نفس، تبدیل میشه به مثل عشق میشه، نه مثل هر چیز دیگری. شعر خود من، شعر خود شما همش حدیث نفس هست. بله، به یک مفهوم حدیث نفس خودمون رو داریم بیان میکنیم، نه اینکه فرض کنید ما شعار نمیدیم هیچ وقت. بله، بنابراین اعتقاد من این است که وقتی شعر از یک حدی فراتر بره، نمیگم همون حدیث نفس، حدیث نفس رو فقط موقعی میگم که شعر به کار یک نفر آدم بخوره، فقط به قول یه نفر به یه نفر دیگری گفته بود که خب اگر خیلی علاقمندی این شعرها رو بنویس بر معشوق بفرست، بر معشوقت بفرست، شاعر نامدار در بود. ولی بنده معتقدم که اگر حرف ما گذشته از این که به معشوقمون خطاب میشه به عده زیادی هم مربوط میشه، اون وقت تفاوت در این نیست که ما باشیم در اونجا یا نباشیم، کمان که بنده نشون دادم آدمای اونجا هستند اون حرفا رو نمیزنن، آدمایی هستن میزنن، آدمایی هم آمدن بیرون که میزنن، آدمایی هم آمدن بیرون که نمیزنن. مثلا نمونهش در اینجا کسانی هستن مثل رویایی. رویایی چه چیزی راجب دوره، اونم مثل بنده دوره، ولی چی راجب ایران چی گفته؟ پس این مسئله است که به نظر من فقط ربط به سرشت نداره، ربط به این داره که شعر هر کسی در درونش چه اندازه اولا خودش رو در اختیار داشته باشه، ثانیا این شعر چقدر مرتبط باشه با همه چیزهایی که ازش تغذیه کرده. به عبارت ساده تر معتقدم شاعری که شعرش چه در تخیل و چه در واقعیت پیوند عمیق داشته باشه با سرزمینش، اگر در اون سرزمین باشه و اگر نباشه، هر دو با حدت خاصی از اون سرزمین حرف میزنه، یکی با حسرت و یکی با واقعیت. بله، دقیقا همینطور است که میفرمایین و امیدوارم که شما موفق باشین و اون دیگران هم که در ایران هستن من عرجشون رو باز نگه میدارم، اونها هم به اندازه خودشون و شاید بیشتر از امکانات خودشون کار کردند و امید برای اونها هم آرزوی توفیق میکنم و برای شما همچنین. و هیچ مسئله در این که شما اینجا
خارج از کشور ماندید یا من در داخل کشور ماندم؟ خب من هم آمدم در خارج از کشور، همین خاطراتی که از اینجا دارم برای خودم به کشور میبرم، شما همون خاطراتی که از کشور داشتید به قول خودتون به اینجا آوردید، با اونها دلخوش هستید. و من تردید ندارم آقای نادرپور، اگر شما در اونجا میماندید، یعنی یک شاید یک چیز غریزی شما رو وادار کرد که بیایید، یعنی حالا باز برمیگردیم به ذات و سرشت، ذات و سرشت شاعرانه شما طوری بود که اگر شما اونجا میمانستید میماندید، شاید دور از جون اصلا در یکی دو سال تباه میشدید و از بین میرفتید، چنانکه من یادم میاد شما در سالهای اول شاید در همون 17-18 ماه اول به قدری لاغر شده بودید که من وحشت میکردم و همش شاید دوستان شما وحشت میکردن و شاید یکی از دوستان شما شما رو ترغیب کردن و حتی کارهای شما رو انجام دادن و شما رو وادار کردن که از کشور خارج بشید. خب شما این تحمل رو نداشتید. خب من شاید این تحمل رو داشتم و با همه تحقیرها و توهینها و همه دهنکجیها زندگی کردم و حرفم هم زدم. این فقط همون که گفتم فرق سرشت دو نفر، ما اگر اینجوری نبودیم شاعر نمی شدیم آقای نادرپور. اگر شما این اندازه حساسیت رو و این اندازه لطافت فکر و اندیشه رو نداشتید، شک نیست که شاعر نمی شدید. و من هم اگر همین اندازه به اصطلاح احساس همدردی و احساس رقت و نتوانستن جدا شدن از عزیزان و اینها رو نداشتم، خب شاعر نبودم. هر دوی ما به نحوی در اون چه که کردیم واقعا محق بودیم. حالا من نمیخوام که نه خودم رو به اصطلاح محق جلوه بدم نه شما رو، ولی واقعیت این هست. به دنبالی این برنامه در هفته ی آینده توجه فرمایید. This is IRTV, the Iranian television program. با درود. طی چند هفته گذشته شما شاهد بحث دو شاعر گرانمایه یعنی نادر نادرپور با سیمین بهبهانی بودید. این دو که یکی در لس آنجلس زندگی میکرد که روحش شاد باد و دیگری سیمین بهبهانی که مقیم ایران است و آرزوی سلامتی برای او داریم، مسئله مهاجرت را هر کدام با دید خود به بحث جالبی کشاندند که ارزش تاریخی دارد. در اینجا به آخرین قسمت از این مصاحبه توجه فرمایید و سپس نتیجه احساس شاعرانه آنها را در رابطه با درد وطن که توسط داریوش به ترانه تبدیل گردیده شاهد خواهید بود. معتقدم شاعری که شعرش چه در تخیل و چه در واقعیت پیوند عمیق داشته باشه با سرزمینش، اگر در اون سرزمین باشه و اگر نباشه، هر دو با حدت خاصی از اون سرزمین حرف میزنه، یکی با حسرت و یکی با واقعیت. بله دقیقا همینطور است که میفرمایین و امیدوارم که شما موفق باشین و اون دیگران هم که در ایران هستن من عرجشون رو باز نگه میدارم، اونها هم به اندازه خودشون و شاید بیشتر از امکانات خودشون کار کردند و امید برای اونها هم آرزوی توفیق میکنم و برای شما همچنین. و هیچ مسئله در این که شما اینجا خارج از کشور ماندید یا من در داخل کشور ماندم، خب من هم آمدم در خارج از کشور، همین خاطراتی که از اینجا دارم برای خودم به کشور میبرم، شما همون خاطراتی که از کشور داشتید به قول خودتون به اینجا آوردید، با اونها دلخوش هستید. و من تردید ندارم آقای نادرپور، اگر شما در اونجا میماندید، یعنی یک شاید یک چیز غریزی شما رو وادار کرد که بیایید، یعنی حالا باز برمیگردیم به ذات و سرشت، ذات و سرشت شاعرانه شما طوری بود که اگر شما اونجا میمانستید
میماندید شاید دور از جون اصلا ظرف یکی دو سال تباه میشدید و از بین میرفتید، چنانکه من یادم میاد شما در سالهای اول شاید در همون 17-18 ماه اول به قدری لاغر شده بودید که من وحشت میکردم و همش شاید دوستان شما وحشت میکردن و شاید یک عده از دوستان شما شما رو ترغیب کردن و حتی کارهای شما رو انجام دادن و شما رو وادار کردن که از کشور خارج بشید. خب شما این تحمل رو نداشتید. خب من شاید این تحمل رو داشتم و با همه تحقیرها و توهینها و همه دهنکجیها زندگی کردم و حرفم هم زدم. این فقط همون که گفتم فرق سرشت دو نفر. ما اگر اینجوری نبودیم شاعر نمی شدیم آقای نادرپور. اگر شما این اندازه حساسیت رو و این اندازه لطافت فکر و اندیشه رو نداشتید شک نیست که شاعر نمی شدید و من هم اگر همین اندازه به اصطلاح احساس همدردی و احساس رقت و نتوانستن جدا شدن از عزیزان و اینها رو نداشتم خب شاعر نبودم. هر دوی ما به نحوی در آنچه که کردیم واقعا محق بودیم. حالا من نمیخوام که نه خودم رو به اصطلاح محق جلو بدم نه شما رو، ولی واقعیت این هست که باید این پیش میامد و پیش آمده و آنچه که پیش آمده درسته و من امیدوارم روز به روز شعرهای شما باز بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه، جزوه های بیشتری داشته باشید، دفترهای بیشتری بیافرینید و آرزوی خوشبختی براتون میکنم و انشالله که روز به روز توفیق داشته باشید. من هم متقابلا همه این آرزوها رو میدونید که صادقانه درباره شما دارم، همیشه علاقه داشتم به خودتون و کارتون و دنبال کردم در طول این مدت و امروز هم بهانه‌ای شد برای که بسیاری از مسائل و نکاتی که لازم بود گفته بشه گفته بشه. یک چیز دیگه به همه اینها اضافه بکنم و اون این است که بله فلواقع این که میگن الخیر فی ما وقع، اگر خیلی بخوایم عربی بلغور کنیم یعنی اون چه که اتفاق افتاده خیر بوده خوب بوده، همین است که میفرمایید من در آمدنم از ایران بیرون و شما در موندنتون. ضمناً این رو هم در نظر بگیریم که در واقع بعضی ببینید شما شاید از من، یعنی من اینطوری باید بگیم از شما سخت گیرترم به این مفهوم. شما میفرمایید هر آدمی در هر لباسی باشه اگر خوب باشه من موافقش هستم، اگر بد باشه بدم باهاش. این درسته، اما من سختگیریم یه خود بیشتر از اینه. من معتقدم که خیلی از لباس ها و ظاهرها خود به خود ولو اینکه یه آدمی در ذاتش هم خوب باشه مانع خوبی اون میشه. از جمله این میشه که من اصولا به طبقه ای که اسمش فقیه یا آخون یا دستاربنده هیچ وقت اعتقاد نداشتم. یعنی معتقدم که به قول چیز به قول نظامی چون احسن اوست اقبه او یعنی هیچ کدام رو اعتقاد داشتم. پس نتیجه یه چیز میشه، نتیجه این میشه که من موقعی در مقابل یه امری مقاومت میتونیم بکنیم که به نیروی طرف حداقل به عنوان جنگاوریش معتقد باشیم، اما اگر معتقد باشیم که این طرف جنگاور نیست، این نابود کننده است و اصلا غیر انسانیه و وحشیه، در اون صورت مقاومت دیگه برای اون فرد معنی نداره. ببینید این در بینش یه امره عیناً مثل این میمونه که من یکهو در جایی با یک نمیدونم مثلا حالا بخویم اگر خود اساطیرش بکنیم با اون دیوهای شاهنامه روبرو بشم. با دیوهای شاهنامه درست که رستم روبرو میشده ولی بنده به هر حال رستم نیستم، اما دیوه نظیر دیوه امروز هست، یعنی نظیر رستم رو کمتر میتونید پیدا کنیم اما نظیر دیوه هست. در مقابل دیو مقاومت معنی نداره، افراسیاب در مقابل رستم معنی مقاومتشون آشکاره.
اما معنی مقاومت با دیو، یعنی در افتادن با دیو، هیچ چیزی به نظر من نداره. من که اصلا اون حتی این معنی رو نمیفهمه، در یک چیز دیگری داره کار میکنه، به قصد، نه به قصد فائق شدن، به قصد نابود کردن کار میکنه. این بوده از علت چیز. اما آخرین حرف بنده در این است، بله، اگر امیدی باشه برای این که از این شب تاریک راهی به بیرون پیدا بشه، اتفاقا همین صداهاست که یکی از بیرون و یکی از درون به هم تلفیق میشه و یک کنسرت ایجاد میکنه. بله. یا بگیم اگر خیلی بخوایم اصطلاح موسیقی به کار ببریم، یک سمفونی ایجاد میکنه. زیرا لااقل در کشورهایی مثل ما نشون داده شده که هیچ چیزی از هنرها و حتی غیر هنرها استقامتش به اندازه کلام نیست. شاید این حرف فروغ فرخزاد که تنها صداست که میماند در این معناش درست باشه که هیچ چیز دیگری در ممالکی مثل ما به اندازه صدا، به اندازه کلام مقاومت نکرده. ببینید غارتها، کشتارها، مجسمه ها رو شکسته، تابلوها رو از بین برده، بناها رو خراب کرده، شهرها رو نابود کرده اینا، ولی کلام فردوسی رو یا کلام خیام رو هیچ کارش باش نتونسته بکنی. بله. بنابراین اگر نقطه امیدی باشه برای خودمون و نقطه امیدی باشه برای راه به بیرون گشودن از این ظلمت، همین صداست. اما صدایی که در این حال با یک فکر همراه باشه، یعنی اون فکر راه نمای صدا باشه. بله. من بار دیگه توفیق شما رو آرزو میکنم. من هم همینطور آقای نادرپور، من هم آرزو دارم که شما واقعا مثل همیشه درخشان باشید. و ناچارم که این رو اضافه کنم که من هرچه فکر میکنم فقط به ظاهر اشخاص نمیتونم قناعت کنم، ظاهر اونها برای من مهم نیست، کردارشون مهمه، ولو اینکه بسیاری از همین طبقه‌ای که شما ازشون سخن میگید اینها حرفای خیلی قشنگی میزنن ولی با باطنشون بده. و خیلی هاشون هم هستن که خب نمیشه با همه رو با یک چوب نمیشود راند. به هر حال اگر ما امیدوار باشیم که مملکتمون روزی درست خواهد شد، باید یک مقداری هم حق همه رو در حد خودشون رعایت. من درسته، من ظاهر و باطن هر دو رو مایدش اعتقاد دارم. من خیلی سردی هم میدم، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا. درسته، ولی میدونید که سیرت و صورت به هم ارتباط داره دیگه. البته، خیلی هم. دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم. اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. دوباره میسازم از بزن، اگرچه با خشم جان خیش، ستون به سقف تو میزنم. بله، من هم با شما کاملا موافق هستم که سیرت مهمتر از صورته، ولی این مسئله هست که ارتباط ارگانیک بین این دوتا هست، یعنی در واقع صورت و سیرت نمودهایی از یک حقیقت واحد هستند. این دوتا رو از هم به نظر من نمیشه جدا کرد. بنابراین
بنده آخرین کلامم این هست که صحبت امشب رو با آرزوی توفیق شما و آرزوی توفیق مردم ایران که هر دوی ما اون توفیق رو شاید برتر از توفیق شخصی میپنداریم تموم بکنیم و آرزو بکنیم که ایران و مردم ایران به زودی به توفیق و به آرمان خودشون برسن، که آرمان و توفیق اونها در واقع همون آرمان و توفیق ما هم هست، یعنی ما توفیقمون و آرمانمون جزء اون توفیق و آرمان بزرگیست که مربوط به مردم ایران میشه. بله، سعادت ایران و سعادت ملت ایران. با شما کاملا موافقم، سعادت هر دو را آرزو میکنم و در این حال سعادت و سلامت شما رو. متقابلا. خیلی متشکرم. سخندیارا دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. آه ای دیار دو، ای سرزمین کودکی من، خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست در آفاق باورم. من نقش خیش را همه جا در تو دیدم، تا چشم بر تو دارم در خیش ننگرم. ملک بی غرور، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، میبینم آفتاب تو را در برابرم. سفینه ی دل نشسته در گل، چراغ ساحل نمی درخشد، در این سیاهی سپیده ای کو که چشم حسرت درون شد. علا خدایا گره گشایا، به چار جویی مرا مدد کن. خدایا علا خدایا، بود که بر خود دری گشایم، غم درون را برون کشایم. کبوتران را به گاه رفتن، سر نشستن به بام من نیست، که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فروستانم، ز پای آنان فروستانم. بهندیارا یارا، دل از تو کندم ولی ندانم، ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. بهندیارا دیار یارا، دیار یارا، دیار یارا، دیار یارا، به عزم رفتن دل از تو کندم، ولی جز اینجا وطن گزیدن نمیتوانم، نمیتوانم. خیلی ممنون، خسته نباشید. خوب شدم شما. مرسی. کهن دیارا،
دیار یارا. دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم. کهن دیارا دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم. چگونه گویم درخت خشکم، عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم. در این جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه بوید. من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم.